درودی به گرمای مهر میهن بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی ایران فردا از همینک با برنامه شامگاهی آن سوی خبر آغاز می شود و در ادامه با گزارش روز و تفسیر خبر پی گرفته خواهد شد تا سی دقیقه با آخرین اخبار دریافتی از ایران منطقه و جهان مهمان خانه های شما خواهیم بود نخست مروری بر سرفصل اهم اخبار و عناوین برگزیده امشب در آن سوی خبر ادامه مذاکرات هسته ایران در میانه گمانه های گوناگون با تازه نشست در نیویورک و دفاع ویند شرمن از ضرورت مذاکرات واکنش ها به اظهارات حسن روحانی درباره وظایف و عملکرد پلیس در ایران با تازه ترین واکنش ها از سوی مراجع فقهی همچنین طبعات یک تصادف و موجی از واکنش ها به ویراج پورش سواران آغازاده ها در تهران فاز تازه ای از نزای دیپلماتیک با ورود نظامیان به حوزه نزا با تازه ترین هشدار فرمانده سپاه به کشور پادشاهی سعودی و بالاخره بروز بحرانهای زنجیره ای در ایالات متحده آمریکا در مراسم تدفین یک سیاه پوست کشته شده در شهر بالتیمور اهم اخبار برگزیده امشب سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه ایرانی است که در سی دقیقه پیش روی از شبکه تلویزیونی ایران فردا در لندن به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید نخست با آخرین اخبار از جهان هسته ای ایران دفاع شرمن از توافق لوزان وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی در مرکز عمل مذهبی یهودیت اصلاحگرا در واشنگتن از توافق ای با ایران و تشکیل کشور فلسطین دفاع کرد خانم شرمن که از مذاکره کنندگان اصلی با ایران بر سر پرونده هسته است دیروز گفت که اگر تا افاق هسته ای با ایران تا نهم تیر یا سی جوان کامل شود آمریکا اسرائیل منطقه و دنیا امتر خواهد شد یهودیت اصلاحگرا نام جنبشی در میان یهودیان است که پیروان آن به انجام اصلاحات دینی و سازگار کردن مذهب با مفاهیم دنیای مدرن معتقدن وندی شرمن در پاسخ به معتقدان به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که در صورت اقدام نظامی تنها می توانستیم برنامه هسته ایران را به تأخیر بیاندازیم برای اینکه دانش را نمی توان بمباران کرد معاون وزیر امور خارجه آمریکا همچنین با رد دیدگاه معتقدان به ادامه تحریم ایران اینگونه اظهار نظر میکرد که تحریم ها تأثیر گذار بودند اما فقط برای آوردن ایران به پای میز مذاکره خانم شرمن با ذکر اینکه تحریم ها چندان نمی در جلوگیری از برنامه هسته ایران مؤثر باشند می افزود. تنها چیزی که توانست برنامه اتمی ایران را متوقف کند تا آفق اولیه هسته بود و اما این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران مدل دیگری از های جنگ طلبانه هر روز سر داده می شود در این راستا تمامی روزنامه های امروز البته به تناسب سیاست های تنظیمی خود به باستاب گسترده اظهارات نظامی گرایانه سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران کوشیدند از جمله روزنامه کائنات نزدیک به طیفی از سپاهیان به رهبری محسن رضایی به نقل از جعفری با یک فرمان نظامی امر می کرد که مسئولان ملاحظه کاری را کنار بگذارند و تیت زد آل سعود در آستانه فروپاشی ادامه برنامه آن سوی خبر با تازه ترین سخنان ظریف در نیویورک آمریکا وزیر خارجه ایران در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای ای به نمایندگی از جنبش عدم تعهد سخنرانی کرد محمد جواد ظریف می گفت وجود سلاح‌های هسته‌ای بزرگترین خطری است که بشریت را تهدید می کند و نابودی کامل آنها تنها تضمین قطعی در برابر تهدید یا استفاده از این سلاح هاست آقای ظریف هر گونه استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته ای را جنایت علیه بشریت و نقض منشور سازمان ملل متحد و حقوق بشر خواند او همچنین می گفت نگرانی در مورد گسترش سلاح های هسته نباید حق مسلم کشورها را برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته محدود کند آقای ظریف همچنین خواستار خلع سلاح هسته‌ای اسرائیل شده بود. هند و پاکستان از اعضای جنبش عدم تعهد و اسرائیل پیمان NPT را امضا نکردند که آقای ظریف به طور مشخص با ذکر نام اسرائیل به این موضوع انتقاد داشت. در سوی دیگر مباحث هسته‌ای، تأکید ظریف بر تعهد به NPT و روند امیدواری جهانی در سیاست بین المللی افزایش یافت. محمد جواد ظریف در سخنرانی در جمع غیر متعهدها در نیویورک آمریکا می گفت ما آژانس بین انرژی اتمی را به عنوان تنها نهاد زی در زمینه راستی آزمایی اجرای تعهدات پادمانی کشورها طبق معاهده ی عدم اشاعه به رسمیت می شناسیم و اطمینان کامل خود را به آژانس اعلام داشته و قویان هر گونه تلاش برای سیاسی کردن این نهاد را رد می کنیم. آقای محمد جواد ظریف همچنین می گفت عدم تعهد به اجرای کامل اساسنامه آژانس و قراردادهای پادمان در جمع بندی فعالیتهای پادمانی تأکید می کند. سخنان آقای ظریف در حالی ابراز شده است که در سوی دیگر آن سوی خبر خبر می رسد که نمایندگان تندروی مجلس ایران خواهان مکول کردن پذیرش پادمان ها به تصویب مجلس هستند. آقای ظریف همچنین گفته است پایبندی کامل به اجرای قرارداد پادمان آژانس و معاهده و معاهده پیش شرط هر گونه همکاری در زمینه هسته‌ای با کشورهای غیر عضو معاهده است. همه کشورهای عضو باید از هر گونه انتقال فناوری و مواد به کشورهای غیر عضو پرهیز کنند مگر اینکه شرایط فوق و ذکر فراهم شود و اما در این موضوع نیز ورق میزنیم به برخی از روزنامه های اصلی کشور علیرغم اظهارات قانون مدارانه و اظهار پایبندی به ملزومات جهانی از سوی ظریف روزنامه تحت امر رهبری کماکان برخلاف سیاست های دولت می نویسد روزنامه کیهان در شماره امروز تحت تحلیل مذاکرات هستهی و همینطور با استناد به عقب نشینی وزیر کشور از ماجراهای پول کسیف بالاترین میزان حملات خود را متوجه گروه رقیب موسوم به اصلاح طلبان داخل ایران کرد حسین شریعتمداری مداری در یادداشت اصلی کیهان با عنوان فکت شیت افراطگری به تحلیل تازه و تا حدودی عجیب و حتی کمتر متعارف می پرداخت و گروه های به اصلاح طلبان را همسو با گروه سازمان مجاهدین خلق توصیف کرد و در بخشی از این تحلیل با بهانه قرار دادن فکت شیت نتیجه می گرفت که نیروهای منتصب به جناح اصلاح طلب در هنگام جنگ آمریکا با طالبان و صدام حسین می کشیدن که مدافع جریان طالبانی و صدامی شوند تا طرح خودشان را برای پروژه توهیسازی انقلاب و نظام پیاده سازند حسین شریعت مداری در بخشی از این نوشتار بسیار تند علیه نزدیکان دولت روحانی و طیف اصلاح طلبان با برش مردن حوادث مختلف اعتراضی از جمله هجره همه تیر ما بحران انتخاباتی 88 و سایر موارد مشابه همه اصلاح طلبان را متهم به خیانت و جنایت کرد و ماجرای پولهای کثیف را نیز آخرین نمونه از افراد گرایی های گروه های اصلاح طلب برشمرد این روزنامه تحت امر رهبری ایران همانگونه که میبینید در تیتر اصلی شماره امروز نیز با ترکیبی از تصویر روزنامه های نزدیک به طیف اصلاح طلبان از بازی کثیف با پول های کثیف یاد کرد که تازه ترین رسوایی به زمین کیهان نشینان مدعیان اصلاحات میخاند ادامه ی آن سوی خبر با باستاب ادامه دار واکنش ها به ویراج پرشه های پولداران جمهوری اسلامی با اعلام آمادگی نیروی انتظامی برای برخورد با خودروهای گران قیمت در خیابان های تهران سرهنگ پرویز حسینی رئیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران دیروز گفت خودروهای گران قیمتی که با سرعت بالا در شهر تردد می کنند توقیف خواهند شد آقای حسینی در گفتگوی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اظهار نظر میکرد و میگفت برخی از رانندگان خودروهای گران قیمت با سرعت بالا در معابر و بزرگراههای پایتخت به گونه‌ای تردد می کنند و پس از دستور ایست پلیس هم از محل متواری می شوند که طی مکاتبه با مراجع قضایی قرار بر صدور حکم توقیف این خودروها شد. در همین حال تیمور حسینی رئیس راهنمایی و رانندگی استان تهران سخنان علی خامنهای رهبری جمهوری اسلامی ایران در این زمینه را فرمان و لازم الاجرا خوانده است آقای خامنهای روز یک شنبه گفت برخی جوانهای سرمست غرور ثروت با خودروهای گران قیمت در خیابانها جولان میدهند و ایجاد ناامنی میکنند در سوی دیگر رهبری جمهوری اسلامی همچنین می گفت نیروی انتظامی بایستی برای ابعاد مختلف ناامنی برنامه داشته باشد و با آنها مقابله کند که محتملا برخورده با خودروداران و سوارکاران در خیابانهای تهران یکی از این گذینه های تازه هست ادامه با اعتراض معاون پارلمانی دولت به تندروهای مجلس مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت جنجال سازی رسانه‌ای برخی افراد تند رو در مجلس ممکن است منافع ملی را رو در روند مذاکرات هسته‌ای به خطر اندازد آقای انصاری در گفتگوی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا می گفت متاسفانه برای چندمین بار شاهد هستیم در شرایط حساس و دشواری که سرداران لایق عرصه دیپلماسی کشور برای تأمین منافع ملی با قدرت های بزرگ جهانی در قالب مذاکرات پنج به علاوه یک مشغول به تلاش ارزشمند و مذاکرات نفسگیر هستند افرادی در داخل کشور با طرح موضوعات نادرست به اعمال فشار روانی بر آنان اقدام می کنند سخنان آقای انصاری در حالی ابراز می شود که روز گذشته اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس خواهان تصویب طرح دو مبنی بر ضرورت تصویب توافقهای تیم مذاکره کننده ایران در مجلس شدند معاون پاردمانی رئیس جمهوری همچنین در ادامه اظهارات خود میافزود بهتر است اقلیت دلواپسان خود را با خواست عمومی مردم هماهنگ کنند ادامه برنامه آنسوی خبر امشب با اعتراض مراجع قوم به سخنان حسن روحانی ستن از مراجع قوم به سخنان اخیر حسن روحانی پیرامون عمل کرده پلیس در ایران مبنی بر اینکه پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است اعتراض کردند خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه دیروز سخنان ناصر مکارم شیرازی لطف الله صافی گلپایگانی و حسین نوری همدانی علیه سخنان اخیر روحانی را منتشر کرد آقای مکارم شیرازی با اشاره به سخنان حسن روحانی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی گفت بیان این سخن صحیح نیست چرا که قوانین ما چیزی جز اسلام نیست این مرجع تقلید گفته است که همه افراد جامعه اعم از پلیس و غیر پلیس معذف هستند که قوانین اسلام را اجرا کنند و هشدار داده است که بیان چنین سخنانی روحیه نیروی انتظامی را تضعیف می کند. به گفته ناصر مکارم شیرازی بیان این سخنان چراغ سبزی برای افراد آلوده به انواع مفاسد اخلاقی و مجلس کثیف نشان داده می شود که گویا از این به بعد آزاد هستند و پلیس هم کاری به ایشان ندارد این استاد حوزه علمیه قوم ابراز امیدواری کرده تا نصیحت دوستانه ما پذیرفته شده و از تکرار چنین سخنانی نیز پرهیز شود و در همین راستا می گفت امیدواریم که به فرمایشات رهبر انقلاب که اخیرا خطاب به نیروی انتظامی گفت گوش فرادهند و آنگونه که ایشان تأکید کرد حفظ آرامش روحی و اخلاقی جامعه مهمتر از آرامش جسمانی است همچنین حسین نوری همدانی دیگر فقیه برجسته نظام فقها پرهیز مسئولان از هر گونه هاشیه سازی در جامعه را لازم و ضروری توصیف کرد. این مرجع تقلید شیعیان با نسنجیده و نادرست دانستن سخنان حسن روحانی گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از موازین اسلامی است. آقای نوری حمدانی به سخنان رهبری ایرانی اشاره کرد و میافزود رهبری در سخنانشان تأکید کردند که همه ما مسئول اجرای احکام اسلامی هستیم. بنابراین اظهارات آن دست از مسئولان مبنی بر اینکه نیروی انتظامی مسئول اجرای احکام اسلامی نیست سخنی نادرست است با این اظهارات در واقع موج تازه از نزاع فقها ها بین مسئولین جمهوری اسلامی حول عملکرد نیروی انتظامی در گرفت ادامه آن سوی خبر با تازه ترین اظهار موزه علی متحری درباره حادثه شیراز و نقش نیروی انتظامی علی متحری نماینده تهران در مجلس بازداشت سه نفر به عنوان متهم در ماجرای حمله به ایشان در شیراز را معجزه توصیف کرده است آقای متحری که در مراسم سالگرد بزرگداشت مرتزا متحری پدر خود در دانشگاه امیر کبیر به سوالات دانشجویان پاسخ میداد گفت اینکه الان یک ادرا خواسته اند و دوازده نفر بازجویی شده اند و سه نفر در بازداشت هستند و کیفر خواست برای آنها در حال تهیه است که به دادگاه بروند موجزه ای شده است و در موارد قبلی این اتفاق نیفتاده بود آقای علی متحری در اسفند ماه سال گذشته در سفری که برای سخنرانی برای دانشجویان به دانشگاه شیراز میرفت مورد حمله گروه های فشار موسوم به انصار حزب الله و گروه های حزب اللهی قرار گرفت همچنین در ادامه این نشست علی متحری گفت علت اصلی این است که اینها وابسته به جاهایی هستند و به آنها برخورد نمی شود در شیراز همه میدانستند افرادی که مباشرند و در صحنه حاضر هستند افراد فلان دستگاه هستند من زمانی که در کلانتری بودم گفتم الان فرصت خوبی است که اینها را بگیریم اما آنها جرأت اقدام نداشتند و میگفتند موضوع را بعدا از طریق دوربین ها پیگیری میکنیم. حتی به من گفتند از همان تهران می ویدئو کنفرانس برگزار کنید چه نیازی به حضور در شیراز بود آقای متحری از دخالت امام جمعه و سپاه در برنامه سخنرانی خود انتقاد کرد و گفته است که این ربطی ندارد که یک امام جمعه یا فلان دستگاه در مورد سخنرانی کسی در دانشگاه حرف بزند مثلا به سپاه هم ربطی ندارد که وارد سیاست و مذاکرات هستی شود و اظهار نظر کند ادامه آن سوی خبر با سازمان های مبارزه با فساد و مخالفت دولت با تأسیس سازمان مبارزه با فساد مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری از طرح ایجاد سازمان مبارزه با فساد انتقاد کرد آقای پور محمدی گفته است ایجاد سازمان مبارزه با فساد موازی کاری و فساد آور است خبر طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد هفته گذشته از سوی قوه قضایی و برخی از نمایندگان مجلس طرح شد به گزارش ایرنا وزیر دادگستری با بیان اینکه در هیچ دوره‌ای به اندازه این دولت برای مبارزه با فساد تاکید نشده است می گفت در مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری با کمبود قوانین مواجه نیستیم در همین راستا مسئله مبارزه با فساد روزنامه های زیادی نیز به انتشار تحلیل های پرداختند از جمله روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان آدرس فساد به پشت پرده مافیای قدرت و فساد در جمهوری اسلامی می پرداخت. نویسنده روزنامه اعتماد با بیاعتمادی محض از اظهارات دیروز وزیر کشور ایران که به انکار جریان پول کسی پرداخت سخت انتقاد می کرد و به وزیر کشور و مجلسیان که چگونه با پوزش خواهید دست از رو کردن آدرس های فساد می کشند. ساسان آقایی نویسنده این یادداشت با لحنی دردالود و تعنامیز می گفت این رو می شود یک خوشبختی تمام ایار نامید برای آن فرد 35 پنج ساله پنج کلاس درس خانده ای که با ترانزیت مواد مخدر 2300 میلیارد تومان درآمد دارد برای آن کسانی که محموله های چند ده میلیاردی کالا و دارو به داخل قاچاق می کنند یا به اسم مدد بگیران کمیته امداد ده ها هزار خودروی لوکس را بدون پرداخت حق گمرکی به ایران می آورند و با قیمت های میلیاردی می فروشند. به زمین نویسنده اعتماد آنها می توانند درست به مانند کارتل های بزرگ متهم به فرار از مالیات یا باندهای بزرگ ترانزیت مواد مخدر آسوده به کسب و کار پرسود خود ادامه دهند و نگران نباشند که ممکن است وزیری یا وکیلی یا رسانه ای رد این پول های کسیف را بگیرند و برملا سازند برنامه آن سوی خبر را با خبرهای دیگر از حوزه های متواوت پی میگیریم با توضیح علی جنتی درباره مقابله با لغو کنسرت ها علی جنتی وزیر ارشاد ایران گفت درباره مقابله با لغو کنسرت ها دستوراتی به نیروی انتظامی داده است آقای جنتی که دیروز در مراسم افتتاح 18 همین بازار بین المللی فیلم شرکت کرده بود می گفت با وزیر کشور در این خصوص گفتگوهای لازم صورت گرفت و وی نیز دستورات لازم را به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است علی جنتی وزیر ارشاد کابینه ی حسن روحانی در ادامه همین موضوع می گفت کنسرت هایی که در تهران و شهرستان ها برگزار می شود قطعا دارای مجوزند و باید مورد حمایت قرار گیرند وزیر ارشاد همچنین گفته است بعضا برخی از این برنامه‌ها که در شهرستان ها برگزار می شود به نمایش فیلم یا اجرای تئاتر اختصاص دارد که نباید توسط برخی به صورت خودسر برهم زده شود آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد ایران همچنین در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره دستاوردهای جدا شدن بخش بین فیلم فجر از بخش ملی می گفت نکته اول اینکه 700 فیلم به بخش بینال جشنواره رسید و ما دستمان برای انتخاب فیلم های متناسب با فرهنگ و ارزش های کشورمان باز خواهد بود. بخش های بینال الملل سی و سومین جشنواره بین فیلم فجر از پنجم اردیبهشت ما در پردیس سینمایی ملت آغاز شده و تا دوازدهم اردیبهشت ماه نیز ادامه خواهد داشت. در این دوره از جشنواره 42 فیلم در سه بخش سینمای سعادت، فیلم های سینمای جهان، جلوگاه شرق، فیلم های کشورهای اسلامی و منطقه و همینطور هنر و تجربه با هم رقابت می کنن. برنامه آنسوی خبر را با رویدادی دیگر از بدهکاری های نهادهای دولتی پی می‌گیریم. علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در تازه اظهارات بدهکارانه مالی می وزارت نیرو 33 هزار میلیارد تومان به دستگاه های مختلف بانک ها و پیمانکاران شرکت های مختلف بدهی دارد که 300 میلیارد تومان آن مربوط به سازمان انرژی اتمی است. رئیس شورای شهر تهران نیز از بدیهی های شهرداری ها به مردم گفته است مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با اشاره به کمبود اعتبارات شهرداری های کشور گفت به عنوان مثال شهرداری تهران افزون بر 60 هزار میلیارد ریال بدهی به پیمانکاران بانک ها و مردم دارد به گزارش ایرنا آقای چمران در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که عصر دوشنبه با عنوان جای خالی نخبگان در مدیریت شهری برگزار می شد می گفت برخی شهرداری های کشور حتی توانایی اداره خود را ندارند و نمی حقوق کارمندانشان را بپردازند. رئیس شورای شهر تهران همچنین اظهار می که بخش عمده بودجه شهرداری ها از عوارز ساخت و ساز تأمین می اما وصول درآمد از این عوارز در شهرهای کوچک به دلیل میزان کم ساخت و ساز محقق نمی آن سوی خبر را با سویه هایی از رویداد های سنفی این بار با نامه معلمان پی میگیریم. بیش از 9000 معلم در استان کردستان با امضای توماری خطاب به دولت و نمایندگان مجلس گفتند که برای تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده هایشان در مزیق قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این تومار آمده است که معلمان جزء اخشار کم درآمد جامعه هستند و حقوقشان تنها کفاف اجاره خانه، قسط بانک و خرید از فروشگاه‌های فرهنگیان را می‌دهد. امضا کنندگان این نامه خواستار اجرای کامل نظام رتبه‌بندی معلمان، تأسیس یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری و نیز یک شرکت بیمه مختص فرهنگیان، تغییری در ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان و حسابرسی از گردش‌های مالی سنوات گذشته شدند. همچنان بیننده برنامه شامگاهیان سوی خبر هستید با دو رویداد از آمریکا نخست انتقاد جورج بوش از باراک اوباما جورج دبلیو بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا در جلسه از سیاست های باراک اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا در قبال میان انتقاد کرد و روش او را در مورد مسائلی چون پرونده اتمی ایران و یا نبرد با گروه حکومت اسلامی ساده لوحانه خواند به گزارش روز هفتم اردیبهشت ماه شبکه تلویزیونی بلومبرگ آقای بوش این سخنان را در گرد همایی حامیان مالی یهودی که روز پنجم اردیبهشت برگزار شد ایراد کرده است این جلسه با حضور ائتلاف یهودیان جمهوریخواه و به ریاست شلدون آدلسون در هتل وینشین در لاس وگاس برگزار شد شلدون آدلسون از حامیان اصلی مالی حزب جمهوری خواست و پیشتر گفته بود باید برای از بین بردن فعالیت های ایران باید با بمب اتمی حمله کرد. جورج دبلیو بوش پیشتر از سیاست های آقای اوباما انتقاد نمی کرد و در عین حال گفته بود که کارزار سیاست کار سختی است و دوست ندارد در جریان کار رئیس جمهوری آمریکا اخلال ایجاد کند. در همین زمینه و مضمون روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارش روز هفتم اردیبهشت ماه خود مطلبی منتشر کرد و مینوشت تمام گفته های آقای بوش بر اساس نقل قول از کسانی است که در این جلسه حضور داشتند چرا که این جلسه پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شده است بر اساس گفته های کسانی که در این جلسه حضور داشتند آقای بوش گفته است ایران یک رئیس جمهوری جدید به نام حسن روحانی دارد آدم ملایمی است اما باید از خود بپرسید آیا این یک سیاست است که عوض شده یا فقط سخنگو را عوض کرده اند و در پایان برنامه آن سوی خبر بروز نارامی های دامن دار. میان شهروندان رنگین پوست با پلیس آمریکا در ایالت های مختلف از جمله شهر بالتیمور شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا به صحنه درگیری و زد و شدید میان صدها معترض با پلیس تبدیل شده است. تصاویر زنده تلویزیونی CNN نشان میداد که صدها معترض اغلب جوان و نوجوان در ساعات بعد از ظهر دوشنبه هفتم اردیبهشت ما به وقت محلی و پس از برگزاری مراسم خاک سباری فردی گری با پرتاب سنگ با نیروهای پلیس درگیر شدند چند معترض دستگیر و تعدادی از ماموران پلیس نیز زخمی شدند دست کم دو خودروی پلیس نیز آتش گرفتند و چند فروشگاه در این تنش ها قارت شدند تازه ترین اعتراضات در آمریکا به مرگ فردی گرای جوان 25 ساله سیاپوستی باز می‌گردد که 15 روز قبل در بازداشتگاه پلیس اتفاق افتاد و با این رویداد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و با سویه های تازه تر از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آوی بدرود